برام الله پاک بی نیاز. السلام علیکم بیننده های عزیز، خدا کنه که هفته بخیر سفری شده باشه، بخیر سفری شده باشه. و دوستای ما هستن دمی پیش از برنامه یک چند گپ زدیم از خاطر زبان مولت هوا بوده. نه نه زبانت چرا؟ قسیم جان خوش سلام مرتضی جان برای شما کوپن جان خانم فرزانه آب جان. اول خو استایل خو میبینی دیگه متا؟ از کی از مر از مرم تن اناس وری فرزانه جان خوش آمدید. خوش باشین. یک سلام خدمت شما دوستای عزیزی که یک هفته منتظر ما بودین تا برنامه ما رو ببینین و بخصوص همکارای عزیز ما و اناناس جان. خب ما دیگه گفتنی ندارم، فقط اینقدر گفتنی دارم که ما زیاد توجه ما جلب کرد عینکای آفتابی، چون امی فصل که آخر بهار است و آغاز تابستان، در این وقت عشق آفتاب فوق العاده زیاد است و عینکای آفتابی بسیار ضرور است که باید پوشیده شود. اما این که بپوشیم، این که میفهمیم که چی وقت باید پوشیده شود، در کدام موسم پوشیده شود، رنگاش چی رنگ باشه، اینی بسیار مهم است. گلابی ما فقط آفتابی میپوشیم. حتی کسا رو من دیدیم که دیگر شده شام شده هنوز رو بنده خدا آره. اما آینه که بکر شعا تاریکی شده او یکان کس با فیشن میپوشیم. بسیاری که خواه هم میکنه این اکا در چشمه میباشه بگه باید خواه خود رنگ ببینیم نیسی و سفر میفهم. یفیز جان یک بنده خدا در دفتر ما بیچاره نو فهمیده بود که مود است، عینکای دودی زده بود شام بعد یک در اتاق در آمده بود، گفته چرا چراغا روشن نکرده. نه بعض دوستان با عینک میزنن امی لیبلک اینجا خوب است که ما کسی به اینجا میمانن نمیزنن، یا گوچیز یا کمپانیز یا هر کمپانیز او رو نمیکنن، او فکرشون خیلیشون کی هست. بخاطر بهتر روشن ساختن این موضوع باید بگویم که عینک های آفتابی اگر میپوشین زیادتر به رنگ خاکستری باشه و یا به نقش باشه، سیاه نباشه. سیاه نباشه یعنی اعلان عینک تیر میکنی دیگه. چرا سیاه نباشه؟ یک دکان نو عینک فروشی گرفتیم. اگر گرفته باشی شریک شده. در خارج کس عفیز جان وقتی که عینک آفتابی میگیرن او را بهش دکتر میرن و میگن که من عینک در آفتاب میگردم، از چی وقت صبح میگردم، چاش میگردم، دیگر میگردم، باید چخص عینک بپوشم. اما اینجا کس امی چی دیدین کاکای کلان است، کاکسته بوده و عینک ها بند است. عینک های اتومات هم از اتومات برقی برقی هم بروز خدا خیره میسازه در شب پس صفا هر کسی که برای عینک ضرورت داره پیش دکتر میره و دکتر به مناسب چشمه شموتر پایین کرده بودم کاک کاک نیست صدا کرده بود این طرف یک آمده بود اگر عینک گرفته چشمان خلاص این نفهمید که چی رنگ هست چی وقت بپوشم اینا یک بدگام هست بیشتری کسا که عینک هایی بوشه که یکان بار یکان جایده یک نفر میگه یک نفر مرنه شاسانی از یک نفر قصدار سی عینک هایی سی استفاده مختلف میشه. خب من ذوق است. مثلا یک عینک از چیره یک نفر میشنه. او با زقسی رنگش نیست. یکان استاد که در امتحان میپوشن عینک های سیاه میپوشه که کسای نقل نکنن. او عینک هیچ کس نمیفهمه که طرف کی سیل میکنه. وقت اون نفر سیل که خیالش که طرف مسیل میکنه. واقعا امرای طرف مقابل که صحبت میکنه به طرف چشمش بینید. خوش باشید. خب دوستان عزیز یک سلام عرض میکنم خدمت دوستا و یک بسیار موضوع بسیار جالب فشرده بسیار فشرده یک تصویر میبینیم خلاص یک دقیقه تو وقت زای بر من نیست ناخنای الکترونیکی است که وقتی که همین سیگنال تلفن میاد این ناخنشان روشن میشه بسیار دینامیک ناخن روشن میشه و میفهمی که تلفن میاد یا توسط یعنی از جایی که شما میگذرین از مثلا دروازه الکترونیکی نه مثل تلفن واره مثل تلفن واره همین سیگنال میده و ایده چین جور شده در ژاپن جور شده و یک بسته از 16 عدد داره که $12 قیمت گذاری فقط به تلفن به زنگ دروازه فقط به خاطر تلفن وقتی که میای این زنگ دروازه چون زنگ یعنی خودت اوجدار میده که یعنی زنگ آمده برای و این توجه زیاد از خانم‌ها را در ژاپن افیز جان برای خود جلب کرده این ناخن‌های مثلا بسیار ارزان خانم ها ارزان نیست مگه 16 تا نیست $12 $12 $12 600 افغانی میشه تقریبا همون رقم است خانم 600 افغانی دیگه وایس اپ موضوع مثلا یعنی تو است که در کنفرانس شتا باشی یا در کنفرانس مطبوعاتی باشی و در چیز باشه خوی برای قیا آمده برای خانم ها تن است برای خانم است مخصوص خانم است برای خانم است
خانم هستم در اونجا یک قصه گرمه اید نمیفهمن که بزو زنگ وقت که ناخون خدا ببینن که زگنال میتر فهمیدم آب جان خرقل است ناخون خانم فرزانه چه قدرمان دوستان و دقاب و گفتگو میره والو سلامونه وران دکوم آزم سلامونه و منه و قاب و گفتگو کسان طول دمده سی تاسو پا خدمت کدی از جان از دیر خبر نکم و چلتا اشاره گئی چه وقت کم پاده در زمان دی خوانه چر وقت شروع که یلتا خبر خلاصی گی بیماته دو کنه که خبر پاده دی خیره داغه بعضی کسان چه داغه چیر تا مثلا جنازه و جنازه تا لارسی جنازه تا پراتهی مثلا نال تا ورور غیجان قبر استل تا قرار دی سریال قصه ای سریال سمی میشقه یوسف چرا مرد او به در قرن ما شبی میشقه چه داغه 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 دیر بعد خبر ده ولا سر جنازه چه په جنازه په سر باندې او خپل عادت لري باید ټول آرام ووسی بریم بیگ وقفه تشکر وخت بسیار محدود است میهمان ما دوستای عزیز منتظرش باشین که کی هست و ای بار خواستیم که کتی پره کو د میزنی یکی از میمارای متفاوت که یکی از ممثلین بسیار عالی افغانستان از دعوت کرده خجون خجون مناقی مننیا بچه غفان گنچه نام گنچه نتیال دانی خوبت نیتنات خوبت بقنان کدی پنی کن خدا نزد دلتا چامه کنم یک تطمین آماده کردیم گنچه نه میبینیم از این تطمین های ثابت و موسیمات به خدا همین رقم میگین آدم ها کینان بانی گنچه نه پنیکو 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 بس لالا بل بل اگه دمی قدیم و فرده ما اکبر از اون تلویزیون میخرم زادن نکنیم نوته امان سنت مویمس بودم زوبا یام تشویق مردم ها خواب قلاده ایت فلم جالب بود بسیار سریال بود سریال سریال خطر بسیار جالب نبی تنها یکی از چهره های مشهور سینمای افغانستان یکی از ممثلین عزیز ما امروز مهمان ماست همکار عزیز ما سلام به شما آجی صاحب خوش آمدید قرمانتان سلامت باشین افی جان قند پوپل جان آبد جان فرزانه جان و قسیم جان سلام به شما اجازه بدین که من هم از طریق برنامه خوب قاب گفتگو برای علاقمندای برنامه شما و همچنان کسایی که ما را می‌لازم می‌بینن سلام و احترام تقدیم بکنم تشکر از همه ایتون که ما را در برنامه زیبایتون دعوت کرد آزنده باشید تشکر از شما که در این برنامه زیبای محمد ما شما زیاد خوش هستیم تنها سر که آیلدی سینمای افغانستان چی کدام پیغام چیزی داری که افغانستان را گمی همی تو نام سینمای افغانستان منطقه احتیاط کنی که بسیار فشار کنی بسیار فشار آبا جان قن شما میفهمین که من از جمله همکارای شما هستم مصروفیت های تلویزیون واقعا زیاد است باید ما کار بکنیم سر بخش های دیگه برنامه هایی که از طرف مسئولین طلوع انشالله حتما اوگپا هست و همچنان با حافظ جان که صحبت هایی داشتیم ما شخصا خودم چندین سناریو و گپ های فیلمی دارم که سر از او کار است و یک سریال است که بین افغانستان و هندوستان مشترک کار میشه و همچنان یک فیلم فستیوالی از خودم است که او را اتحادیه سینماگران کار میکنن و همچنان کارهای تلویزیون طلوع است که باید او را انجام بخیم آقای صاحب دیگه بسیار زود خوش آمدین اول از نزدیک ما شما را در قاب گفتگو میبینیم گرچه او رقمی خود بیرون میبینیم هر روز با شما دمی نان خوردن زیاد سر میخوریم خب آقای صاحب درباره این سریال خود بلبل کم معلومات بدین که چی وقت شروع شده و چند قسمت بود و چرا دوام ندادین این سریال پوپل جان خاطر کلگی دو سال پیش کردم ما چهار قسمت این سریال آماده ساختم و خوشبختانه که چهار قسمتش نشر شد در ابتدا فقط یک نمایش کوچک بود بعد از اینکه نشر شد دوستا زیاد تشویق کردن گفتن این را دوام بدیم تا گپ به سطح رسید که اون قسمت چهارمش عروسی با گلچهروی گپا و
دو پروژه خارجی هم سر از این سریال آمد که یکیش بلبل و انتخابات بود که اولین دور انتخابات ریاست جمهوری را در سه قسمت همی کار کردیم و بخش دومش هم از طرف USAID بود که بلبل و جامعه مدنی که یک پروژه دیگه بود ولی چند قسمت دیگه ایش هم آماده است متاسفانه که امو امکانات پولی که فعلا یک ذره چون اونر پیشا امی عابد که دوست عزیزی ماست که میگمش بیا کتی ما کار کنم میگه چقدر دلار میگی دکتر قیصر فقط پول میگن ولی به هر صورتش ما در وقت که وقتی که را ثبت کرده ایم افی جان یک عشق بود علاقمندی بود حالی هم امو عشق علاقمندی است ولی بدون پول حرکت کردن بسیار مشکل است بسیار مشکل است اینا را یک پی دیگه است خوب بسیار میبخشیم باش یک سوال که پس میرم خود امی جوان شیر امی را با زبان ایده چیز بگو بلبل بگو نشد دیگه خلاش زک برد بگویم نبیتم خاطب ما بسیار جان دوست دارم زور و منصر ما خودتر تحمل میکنم تکنم تنهان سپمی جوان مرد درینیش جوان شیر چطور جوان شیر مرد درینی میرا مجان دوست دارم خطب پیسا گفتی مارا ما کتی مف میریم تو کجا صدا کتی خوشتا گریان میکنم مادن چی جون میتش نیخت قربانش هم مزاق کردم یک مثال بود ولی افی جان اقن شما مثلا 50 نفر اگر در شوتنگ میبرین تنها سه وقت نان زیر سنجش کنید چی برسه به مثلا مخزامرشان بسیار مصرف است واقعا مشکل مصارف زیاد است باز بسیاری که فیلم جور میکنه بسیاری پروڈکشن ها فیلم جور میکنه باز یک دانه نان کت یک دانه دوغ برای رکی دوغ کاسه دیگه استوزی اونو فیلم دیگه باز خوبش نمه خانم گل چی را کنم سوال دار نه من نمیتونم که برابر به اونا برسم چون اونا یک ماما سوال خوب هستن تو هم بال میزد تو هم بال بزن خورک پرنده واری بال بزن آجی صاحب خواستم بپرسم که شما کار سینما را از کجا آغاز کردین و آیا مسلکی خواندین و یک بخش جدای سوال میست که به نظرتون کسی که مسلکی کار میکنه و کسی که غیر مسلکی چی فرق داره در کارش؟ دقیقا فرزانه جان ما از فاکولته هنرهای زیبا فارغ شدیم و می لحظه که استادای صحبتهای مرا مشنوه اول میخوایم که یک سپاسگزاری و عرض ارادت و احترام بر استادای میکنم امروز آنچه که مدمی وطن هستم تقریبا 20 سال میشه که درمی رشته کار میکنم و وقتی که ما در تلویزیون کار میکنیم اون وقت یک تلویزیون بود دیگه به اصطلاح از کونه پیخای قدیم هستیم ما در طول 4 سال اول نمره صنف بودیم و افتخارتان حاصل فرمان کنم و لسانس فارغ شدیم بسیار. از رشته کارگردانی دیگه تا فعلا کارهای مدامه داره فقط امی عشق ما بوده علاقه ما بوده وقتی که ما شروع کردیم وقت صنفا مثلا در فاکولته بسیار وضعش خراب بود خاکای صنف که دست خود جمع میکنیم تیم جور میکنیم مثل که شما یک تیم بسیار موفق و خوب هستیم با هم کار میکنیم استادا را به اصطلاح نارام میساختیم که باید از اونو یک چیزی را بیاموزیم فقط امو کار دوام کرد تا فعلا هم که به نام نبی تنها مردم محبت دارن مشناسن بزرگترین افتخار است برای ما گرچه که این دنیای ما یک چیز برای دوستای ما میگم برای عابد جان برای قاسم جان که نام میخواین ما مثل چون یک چیز از گوشتان ما میکشم که در این دنیا که آمدین پول وجود نداره پول نداره نان نداره فقط چیزی که داره او احترام مردم است محبت مردم است اگر باران باشه و خانه کس چک چک کنه دیگه دو والات ارزش قبول میکنین ما یکان دفعه افی جان باور کن که خب دنیا زندگی است من بسیار با فامیلی یک وضعیت خوب دارم خوش هستیم همیش باز یکان دفعه مشکل می چون من 7 تا طفل دارم یکان مشکل که میشه باز مادر اولادا میگه که مثلا دوا کار از برزی دوا بیارم من قسم تیر خودم یارم بازم او اکسا و تقدیرنامه و یارم ای کسم که اینه او بیارم این تو یک آدم هستم مردم بسیار محبت داره بازو برای من میگه که تقدیرنامه دردی طفل دوا نمیتونه برو برش بوتل دوا رو بیار این مشکلات از در زندگی ولی بزرگترین افتخار مایی است که محبت مردم بالاتر از همه چیز است. من روز که در وطن هستم یکی از دستاورده بسیار بزرگ بود سریال خود بلبل و نقشی که آجی صاحب داشت در خود از این کرکتر از این خود پیدا کرده بود واقعا حالت طبیعی که شما بازی میکردین در این قلب و مغز مردم داخل شد
و اما قسمی که پاپا جان بیشتر گفت که حالا منتظر هستیم همین کسایی که دمیشته علاقه مند از این سیریال تا دوستا جان سکر موسیلی که نفر زدی گفت بالا ما با خدا فیجان و جوانی ها بود دیگه واقعا جوانی بود دست قرار جوان است حالا قدر بد نیست من تو امو توانایی شاید نباشه که امی به او عد ای کار انجام بدیم ولی یک چیز که نالا ما خواست چیز خود کردیم ما گفتیم باید که ما چی کمیتانیم از دان خودت بشنمیم نه ببین که این رنگ سر آفرین خودت که والا آفرین یک سیمال ما کمیتانیم خدا پوپل جان باور بکنیم که وقتی که ما صحبت کردیم عادتتان خدا شده بود آجی سه بعد از یک دخانه هم میبودین یکان دفعه یا دستانم تو مزا از من نشده بود از اشتکا و اولادا و میخوشان یه طرف میرفتیم تو دیالوگ بزن که مثلا بار قامت این تلویزیون جور میکنیم امر کو لالا بلبل ما به خدمت دستیم کدام کور رو برای چپا کنم تیج کور رو چپا نکو گفتم برو بچه ملک نظر الله رو بیاره شما تلن نورده چرا بگو دیالوگ ما ملاقیستیم ملاریا ملاقیستم لالا بلبل به افرامی که اصحاب ما خرابه لالا بلبل کجا از گل چهره اگر او بچه چوکی را گزار ندیسته که برنامه خود کمه که چیز که لالا بل بل خودتا روسی کدی ها روسی ما چه وقت میرسه های وقتش برام گروه خیر اگر این اصلا بابا نقشه های دیگه هم فرم خطرناک بوده گرفتن افی جان نقشه خطرناک افی جان بیشتر قسیم جان گنگس خونش ما گنگس هستم بیرم والا این نقشه امین نقشه هایی که جالب بود که ملاقی و امین آمان بیسا جالب ملاقی، ملاریا، بلبل، بچه عبدال این تمامش از خودم حرکات داشتن و باز خصوصا حرکات خود بلبل نقش بلبل که بود با گفته آیش صاحب که بسیار جالب بود که کل مردم تو گرفت جالبیتش هم برسونه زور بسیار زور میدارد بسیار یک قسمتی که آیش صاحب ببخشین گفتونم گرفتیم که بسیار مرا خوش میاد میبینم میشه خنده میکنم یا قسمت که آیسه باشوخ گلچیره میشه بلبل دیگه دمی بین او خواست دبین او خواست من بیدارش میکنن که چی لالا بلبل دبین او اینه قیخ دینه خزدیر او کلمات کلیش بیرون از او چی میگه آدم من در خوام نمیمونه اون قسم جان راستی از ما زیاد دوستا پرسان میکردن که چطو در او خواب برده بود باز ما برشان میگفتم که شما عاشق نشدین همین کس که عاشق میشه باز او آتشه نمیفهمه دیگه وقتی بگانه میشه ولی به هر صورتش پیشتر نام گلچهره را گرفتی برشنای بهار که من نهایت احترامش دارم و یک خانم از خودگذر است یعنی از جمله اولین خانم های هستن که با وجود مشکلات که در کشور بوده اینا تن به می در دادن که باید مثلا کار بکنن یک خانم شیشته یا می نمی تو یک دلد دارم که فعلا رفتم در فرانسه اونا مهاجر شدن وطن ترک کردن در مجموع همی گروه بلبل فقط یک ما موندیم یک دو سه نفر دیگه همه اینا وطن ترک کردن رفتن کی بر ما بسیار ماهی درد باید میبرم آجی سبا یک قسمتی که همو شعره که میگین کاشق شدین اونمو شعرش خب بگوین خیر است اگر حرکت شما نمیرین آجی بخاطر ازی که بخاطر ازی بگو برو چیز تنها سبا آجی سب بخاطر ازی بگو که ما مثلا تمثیل کردم بگم که چقدر فرق داره در بین مخشمه آبا جان اطراست که ممثل یا کارگردان امین ممثل کارگردان می سازه یعنی هر چقدر که شما مشکل داشته باشین وقتی کارگردان همراه شما کار بکنه شما یقین داشته باشین که همین چیز در مقالب بالاخره این کارگردان است که از کو کجور میکنه از کجور میکنه بلکل. فقط شما استعداد دارین هیچ کدام مشکلی نیست دایرکتر است اما من شعرش قسمت کم راخو بگو به خاطر از اینکه دوستان نظر هستن یا در پشت تلویزیون شدن بی صبرانه منتظر است که یک چیز بشنو از شما دمو نقشتان کوتا اگه برین یک چیز بگو خب ممکن دو قالب نتونم چرا قوت نمونم شعر گفتک میگه عاشق نگشته ای که بدانی خدنگ ناز در مغز استخوان چقدر کار میکنه
عاشقی آن است که بن بن با نخ گن میکند گنچه نه سر جفا از گن میبیند بازم تأمن میکند اما تو نیز خجون مگذاریم از سریال گرش سریال زیاد صحبت شد من فکر میکنم پوپا جان یک نقش کوتار به مو آواز اگر آجسته جا کنه باز بعد از هم سوال هم از پیشتان میکنم بارکو افی جان خیر ما قرضدار آجسته دیر خیلی میکنم باز دعوتت کنیم دیگه نمیده پی آخر از آیت یک کوتا اگه بگین به خاطر که کوتا پات از باز مثلا هیچ قرضداری رو قبول نداریم برو ما یک فقط احترامانه برای شما برادرای عزیزم اینی صفایی بگی صفایی برای ما صفایی زیاد شده صفایی برای ما عدد از این صفایی عدد از این ما حافظ جان یک چیز دیگه کلگی هست آیت صاحب در رادیو دعوت شون کرده بودیم یک وقت گفت که ما قرضدار این القضیه جبران گونه اونجا قرضدار بودین؟ اونجا قرضدار بودین، قرض سر قرض خواهید نمیدن آیسای بسار پوستا ما یک پوپل جان یک چیز برات میگم کمی اونمو توانایی حال نیست در وجود ما کما کاری خواهد، اینه خیلی بود اینه کاری نقش که آدم با درست بازی نتونه بجای از اینکه زیبا جلوه کنه سکه میشه آدم به یک از اینکه همی سکه نشه این خب نه ما نه آبود نه آیسای نه سر سوال خودم خب درباره فیلم هایتان بگوین چند فیلم تا حال بازی کردین و گفتین که فیلم های دیگه من روی دست دارم بله ما پوپل عزیز در فیلم های سینمایی کار کردیم در سریال های تلویزیونی زیاد نقش بازی کردیم و بیشتر از 200 نمایشنامه کوتاه که هم خودم نوشته فیلم کردیم فیلم خودتان جور کردیم فیلمی که خودم جور کردیم زیاد است یک بام و دعواز مثلا همی سریال بلبل است و پارچه های کوتاه کمدی است پارچه های پانتومیم است زیاد کار کردیم زیاد نشد یک بام دو هوا آجیسان بود که تاور گرفتن تاور به دستم می آمدن تاور گرفتن می آمدن تو مردم احساس میکرد که البته دختر خودم می کشد دختر خودم می آمد اخوانا گروپ هم آیدن میشد آجیسی محترم اگر ای تو شما که مثلا کسی امره شما هم کاری کنه از این مردم دولت یار کسی امیره می توانین که دوانده شما می سریال بل بل یک موضوع رو من حال برات میگم افیجان دینش هم از طریق یکی از تلویزیون ها شنیدم که به حد از سریال های خارجی اینا به اصطلاح از نشرش بسیار گله داشتن خسته نشتن مشکل داشتن از نظر مسائل فرنگی ولی ما برای از امی دوستای خود ما بگم چی وقت شما هنرپیشه یا مثلا هنرمندای افغانستانی خودتان تشویق کردین که حالا گله میکنین بله بله راست خوب است که ببینین زور هنر را ببینین حالا گله نکنین و تشویق کی کردین باید بدیل داشته باشین برای وقتی که میگی سریال خارجی نباشه بدیلش برای ما پیدا کنین وقتی که میگیم کوگنار کش نشه خب بدیلش برش بده دقیقاً دقیقاً تشکر ایسای وقت بسیار محدود است کوتا امو ناگفته هایی که شما دارین و به علاقمندانتون میگین بسیار فشرده اگه بگوین ما گپ خاص ندارم ما همه قدر میگم که افغانستان یک کشور بزرگ است مردم افغانستان مردم بزرگ هستند و دعا میکنم که خداوند این مصیبت ها را از کشور ما دور بسازد و این کشور سربلند است و پیش میره با وجود شما و جوانا بالاخره این وطن زیباست همه ما دست به دست هم داده این وطن خود در نقطه خاطر است ان شاء الله تشکر از آقای سید استاد خوشا نه تام بود تا دی صاحب خانه تام بود سچ غفان متن تیان تو که نانا بن بن مینا گنچه نه 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 تو بنگ بگو بگو قدمای شما نور چشم ما قدما نمیزنون چشم نانا بن چرا میگید دیگه خبان دانی خود بن بن این یل برو بچه مالا کسا کن برو بچه مالا بلگر دوستا خانم فندارا وقفان بگی وقفان بگی نانا بن بن بچه غفان گنچه نا بانا بود منه نگو بوده تو پکنه تو مردان آب گفت دوباره خوش آمدین دوستان و اسم وار رسیده سینما برخیتا سینما برخه دوار ورسید او عزیزا جان بیا هم راغلی دا عزیزا جان ډیر خوشاله یو نه خدا خو گوشواره پهلوان نه کنه گوشواره پهلوان ډیر افتخار دی د گوشواره پهلوان په افتخار پوری ا دکې نو ګای کده برنامه د چرکو کول نو د گوشواره پهلوان خوش آمدید زنده باشین سلامت باشین تشکر از همکارای عزیز نسبت به امون اخونه چی است نه مو اران او است الله یزا مو است بسات نو خو نه کړه برین اگر است د پښتون فقط دخترای زړه دارم به خاطر ازی که باز ما بگیریم باز نیک شخص
میته. خب سلام تقدیم خدمت تمام دوستایی که بیننده بخش سینما و تلویزیون هستن. یک فیلم جدید است میخوایم براتون معرفی کنم که تا هنوز در بازار نامده و معلوماتم در مورد پرویز صیاد. شما عکس بزنید که پرویز صیاد کی است؟ نامش نگید. بریم به طرف تصویر. فیلم اول فیلم براتون معرفی کنم. پرویز صیاد است فکر می شرم باشه. بله. فیلم جدیدی که تا هنوز در بازار نامده قرار است که در 19 سپتامبر 2014 در بازار بیاید. فیلم فکر می کنم. نیون است. در بازار بیاید. فیلم واقعا یک فیلم جالب دیدنی است. تایم این فیلم هم 92 دقیقه است. در آمریکا ثبت شده به زبان انگلیسی است این فیلم و فیلم داستان این فیلم در سال 2009 توسط آقای جیمز نوشته شده و این فیلم داستان خواستم که به تصویر نشان بدم. یک فیلم واقعا داستان تخیلی است و پر از رمز و راز است ای و به مو خاطر خواستم که به تصویر نشان بدم. و نام فیلم هم The Mother Runner است، یعنی پیچ و خم بدری ما نام میده. بله بدری ما نام میده و تاریخ 19 در ایالات متحده البته به نشرات در پرده سینما میره و تاریخ 21 هم در آلمان. چی سپتامبر؟ سپتامبر در آلمان بس به نشر میره. 21 سپتامبر 2014. بله. دوستان ببینین و دوستان که دوست دارن که باید هم قسم یک فیلم رو تماشا کنن. تاریکی بود یا چشمای من ضعیف بود؟ نه معلوم میشه چیزش کم میباشه تصویرش تاریک جور میشه. شما سالم نماندن اردوشانم مرید مخواهی نگید خب، فکر بگم حالا تو از طبقی ما کنم نفرم دوستا به تصویر ببینید که من کیا بی خدمتان مرسی کنم پرویز صیاد پرویز صیاد مشهور به صمد آقا خواهی طفولیتش هست باز جوانی نوجوانی کهنسالی بله بروزیلی نه ببینید دوستا به تصویر که در ببینید در زبان فارسی ما یه جور ما داریم اونم اینه که من نوشتم در آبادی ما یه جور ما داره اینجوری که ما میرسیم شکل ماره شکل ماره دیگه اما ما ماری که باید یاد بگیریم و بنویسیم اینه مار اینه که ما نوشتم شما بگیم برو کنا این ماره اخو معلم ماره یعنی که ما نوشتم اینجا ماره شاگه هم تایید میکنه بنده میشم شاگه این لیلا فروه هست که در ایالات متحده آمریکا البته این نمایشنامه ثبت شده منظورم صدا صدا داری اصلا صدا؟ خیلی زیاد شما چجور صدایی بکنه سمنا؟ سمنا این هم از فیلم های مشهور شد سمنا آقا بی ادبه ماست هم خورده میگه نه اگه زن نبودیم میدونی ما چی کارت میکردم؟ نمیدونی؟ با همین انگوش میدادم به چشم نمیدونم از چه خیالی داری؟ نمیتونم بگم سرکار استوار به ما گفته به کسی نگو که میخوام برم به جنگ دزدا مگه میشه؟ اون وقت چی میشه نداره این کار ادای احترام دیگه ادای احترام دیگه ایام شاگرد از دیگه یک از تیره های موندنی و استاجان سال 13-18 است که به همچنان در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران فارغ شده اقتصاد بله و نام اقتصاد جالب بود اول گفتیم پرویز صیاد بله این هم نمایشنامه نویس است هم کارگردان نویسنده و کتاب های بسیار زیاد را نوشته کرده و همچنان از جمله کتاب های بله کتاب های مشهور مشهورش امیر ارسلان است شاید شنیده باشین نامش واقعا یک داستان خیلی جالب داره در کتاب امیر ارسلان که همگی دوست دارن بسیار صمد آقا به نمو یک لباس همیشه تمام سریالش پیش می بود. اما کلاه بسیار جالب بود. اما کلاه و اما یک رقاق اما واس کرد. و در زن نشی بسیار بود. بسیار یک ممثل قدیس. بله. و در سال 1358 به همدیکا مهاجر شد که فعلا در هموجه زندگی می کنه. آلا مزد دیگه زنده است. حیات است. حیات است در هموجه زندگی می کنه. مثل عزیق می مانه که ما آجی صاحب کامران بله یک از ممثلین بسیار فوق العاده سینمای افغانستان و خود نمایشنامه‌ای که انجام داده بود تا به حال مردم که می‌بینه با اون گرمی و ما به سرشون هم یک بار دعوت کرده بودیم دعوت کرده بودیم و وام کامران آمریکا هستن برای کاش کامران و
اونم قسم سمر آقا در ایران و در کشورهای منطقه مثل که در افغانستان هم فوق العاده مشهور است و این هنر تمثیل است که مرزا را مشکنان و میره به هر جای و در قلب کلگی جای میگیره. وقتی جان دمی وقتا وقتی جان ثابت شده که کمیت بهترین از کل امیت و فیلم های جنگی بیا کده بلینده زیاد داره در کل کشورها هستن. شما اگر متوجه شده باشین خود هندوستان یک وقت اکشن بود حالا آمده کلش در کمید آمده. بریم به یک وقفه. تشکر از آجستا جان. این پوپل مسئله ضرورت نداره کمید بکنه، حالا مجبور است که کمید بکنه چون کمیدی زیاد بلینده داره. بلبل بریم به یک وقفه. میریم دیگه خوارگم تو بریم دیگه مستقیم بریم خوارگم تو دمی طرف هم طرف بریم دیگه وقفه شد. اناناس، آلوبالو، شفتالو، سیب، تربوز، خربوز. بازم خوش آمدین. بخش سینما رفت، حالا بخش ورزش و فرخنده آرزو با خبرهای جالب ورزشی آمده. خورک. و در زندش که این که مثلا شما بسیاری مردم بازی را خوش هم داره، علاقه داره بسیار زیاد به ورزش، باز خصوصا کسایی که در قالب است قاب گفتگو هستند یا بر ورزش بسیار علاقه داره. دکن اب چون شما خوش آمدید بفرمایید. تشکر، زنده باشین. سلام دوستا، تقدیمتون آرزو دارم. صحت من باشه. و دیگه گفته خبرای بسیار. کجا بودی شما؟ نگو سمو دیدار استانبول که داره خوره. اونم کو بسیار منتظر بنده وری کلورا که کلی گفتم خوارک چی بلا دیدی ده تلیفی چه که مقبول مولده چه خوارک اینکه؟ واقعا واقعا یه مدختر از دستانبول میسه مقبول مولده. شهر ورزش اینه میز خوارک؟ آه از یادش میره بکا پایین که یاد داره. او شهر ورزش از یادش میره بود چیزایی را که سکریپت ساخته اونو بخواه. اونو مونو مونو چی نیسته او تنس که میگفت خوارک امو که کلاه قراقل داشت. قراقلی که داشت. فکر میکنم. این نوی دختر نیست که برنامه بانو رو پیش میبره؟ من این فهم چی بگیم دوستا؟ خب برای که یک هفته که گذشت بسیار خبر خوب ورزشی داشتیم. ما بسیار کوتاه ای بار خواستم که ویژه بسازم این بخش و کلا درباره فوتبال صحبت کنیم، چرا که تیم ما دیگر پیدا کردن و هفته فوتبال است. در تمام برنامه ورزشی ما فوتبال زیاد روش صحبت میکنیم و میریم روی تصاویر. جزئیات براتون میگم که دو مسابقه پیش رو نشر میشه از سلول مرگ میشه که بیننده همچنان باشین. تصویری که می‌بینید جریان بازی فیلیپین و افغانستان نشان می‌دهد که افغانستان سومین حضور خود در مسابقات جام آسیا تجربه می‌کنه و این مسابقات از 19 می شروع شد تا 30 می ادامه داره و می‌تونن البته تا فاینالیست مشخص است چند روز در بر می‌گیره. همچنان آرزو داریم که افغانستان بتونه به دور نیمه نهایی بالاخره به دور نهایی را پیدا کنه و در این بازی بسیار افغانستان خوب بازی کرد، مخصوصا در زبان ما که منصور فقیری هستن سوپرمن فوتبال افغانستان درخشش خوبی داشت ولی خط حمله و مشکلات خودش همچنان داشت، ولی آرزو داریم که در دیدارهای آینده خط حمله تغییر کنه تا ما بتونیم عملات ما را بالای تیم حریف قدرتمند بسازیم. و همچنان این دیدارها بین تیم‌های درجه دو درجه سه آسیا برگزار میشه تا بتونه یک تیم به جام ملت‌های 2015 استرالیا را پیدا کنه. الله. البته شما میتونین که این برنامه را به طور زنده از تلویزیون طلوع لمر ببینید و با ساعت‌های مختلف تمام دیدارهای مسابقات چلنج کپ نشر میشه. همچنان دوستان از طریق رادیو هم میتونین رادیوی آرمان ارکوزیا این دیدارها را بشنوین. و قسمی که تصویر دوم رو می‌بینین، این تصویر لیگ قهرمانان اروپا است. قرار است یک شنبه شب این دیدار برگزار شود. دیدار یک شنبه شب شنبه شب است. شنبه شب ساعت 10:30 و بازی نهایی بین اتلتیکو مادرید و ریال مادرید برگزار میشه. دو تیم امشری مادریدی قرار است 35مین دوره را تجربه کنن و ببینیم که قهرمان یوفا میشه، لیگ قهرمانان. بله دقیقاً. و بسیار طرفدار داره. بسیار این مسابقه بزرگترین مسابقه خود بود که همی لیگ قهرمانان طلوع نشر کرد، لمر نشر کرد به صورت زنده و قانونی و ان شاء الله دور نهاییش ببینین که کی بالاخره برنده میشه. ما منتظر هستیم. یکم که از چیز تازه میسازن بگن وایس اوور از خوان تیم. این مسابقات لیگ قهرمانان بین 32 تیم از تمام کشورها البته 4 تیم انتخاب شده بود که به لیگ قهرمانان را پیدا کرد. بالاخره در دور نهایی اصلا کس باور نمیکنه که اتلتیکو مادرید که مادرید را پیدا کنه، بارسلونا شکست داد، رئال مادرید شکست داد و این تیم تونسته که اولین تجربه بی خود به فاینال البته تجربه کنه. خانم فرخنده اولین بار به فاینال آمده. به وقت خانم فرخنده که نمی چند بار مثلا می چند هفته ای که نمی ورزش ها میاری همی چند نانش ویژه است. یک گفت بسیار جالبه بگویم که من خودم بر خودم زیاد جالب است، مطمئن هستم بر دوستا و بر شما هم جالب است. مسابقات چلنج کپ تمام ما می فهمیم که ما چند تا بندس کردیم خانه بزنن منصور فقیری ها سوپرمن از سوپرمن خوار اگری که لقب کوریش دادن از بسیاری بر نور چشمش است.
فکر میکنم تمام مردم ما کلش مس کردیم، به خدا ما مس نمیکردیم 20 گل میزنیم دان دانش. من اگر امکان داشت مکن نبود به خدا منظور وکلی های شیش باش 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 نظر از کی بود؟ اولین بار کی تونست کی ای ایدیا در ذهن برای ما ایدیا ما ایدیاش برای ما مهم نیست خوارک، برای ما این مهم است که منصور فقیریاش بر من است. دوستا خود را حالت ما فکر میکنم رئیس قبلی فدراسیون فوتبال آسیا به نام محمد بن حمام بود، اینا اولین بار تانستن در سال 2006 اینمی برنامه را تریزی کنن و خواستن که فوتبال در تمام قاره رشد کنه و میخواستن نتیجه خوب بگیرن. در سال 2006 که افغانستان هم حضور داشت به این مسابقات، ای تورنمنت برگزار شد، البته بعدش هم ما نتیجه نگرفتیم از او و خب شد که برگزار نگرفتیم و در پیسه ایم آرزو داریم ما نتیجه بگیریم. تصویر ویژه وقت نیست، وقتا که بریم با وقفه باید بریم چون وقت دیگه شروع میشه بخش دیگه ما. تشکر فرخنده جان. یک چیز بسیار مهمه که ما میخواییم بر دوستا بگوییم این است که متوجه باشین که یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی برگزار شده و در حالت جریان است که شما دعا کنین و تیم افغانستان از همینجا ما خطاب میکنیم برایشان که دعای یک ملت پشتتان است، یک ملت قهرمان ان شاء الله که شما برنده شوین و اقسم که در مقابل فیلیپین بازی کردین بسیار هم تو عالی بود عالی بود اما بسیار تقریبا تنبل بود کلاگی بسیار خوب بسیار کوچک کوچک باعث شد بسیار خوب بود. علتش چی بود؟ اگر مساوی هم شدیم وا سوپر استار هستن وا بسیار خوبی بود. یک بار دیگه سال 2006 ما امرای فیلیپین مساوی کردیم در این مسابقات چلنج کپ و این بار دوم ما کامرا اینو مساوی کردیم این بازی را و ان شاء الله برنده هستیم. ان شاء الله برنده هستیم. چرا پس میکردن نی چا وا چی وا چلا وا چلا مثل ما چا برخورد بکنای فیلیپین خوب نبود تمام دو سال زن که برخورد خشن داشتن و برخورد مناسب نداشتن. به امید پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان ما میریم به یک وقفه. خب بازم خوش آمدین دوستان. کسایی که خارج از افغانستان ما را میبینن همیشه سبز باشین، ما همیشه شما را تنها سبزی آبی و گلابی آه. همیشه موفق باشین چون امی برنامه را که میسازیم به امی آل و هوای افغانستان و که امی احساس را بر شما بفرستین. هر نظری که دارین به ما بفرستین. داخل باز آدرس ها را بازم دیگه چی کدام گفتنی داشتین؟ اول خب بیادر قندم ای که انتخابات در دور دو رفت روز روز دومش است. امروز روز دومش است. روز دوم کمپاینای کمپاین شروع شد. کمپاین شروع شد و یک پیدا گفت جان که بسیار مهم گپ است ای که در اول انتخابات امی پلیسی ملی، اردوی ملی، امنیتی ملی چه قسم که امنیت گرفتن از اونها به در قند ما اینمی تو تقاضا میکنیم و اینمی تو خواهش میکنیم که در دور دوم ما در دور دوم ما اینمی قسم امنیت بگیرن. این دفعه خب برای هر سیمانسب و برای هر عسکر یک دانه گل دادیم، این دفعه یک دانه دل میتیم. واقعا زیاد زحمت کشیدن امی پلیس اردوی ملی، بسیار جدی است. پلیس اردوی ملی کلاگی زیاد زحمت کشیدن و خدا کنه که این انتخابات هم یک انتخابات باشه که با فایده با خیر کل ملت افغانستان ان شاء الله. دو کاندید که از همه بیشتر رای دادن در دوره دور اول دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی. دیگه شما دوستا دو انتخاب دارین، حالا دیگه تعداد زیاد نیست، فقط بسیار بمو شوق علاقه برین پای صندوق های رای دهی رای بتین و سرنوشت بل افیجانه دغه باز کسان دغه خپل سیاست رو باندې مثلا نه پریدي چې مثلا ر ورکی ازه د ر ورکول صندوق لار سی کنه زو ما چې خیر ده مثلا موټر کې کې نه خپل لار سه مال ته ورور غي جان ور سره چې ری ورکی بیرته خوب ده پس نه یا که سره اگر امیل یادم اومد د بسوری از مناطق دورده است. ما اطلاع پیدا کردم که بسوری کسایی که کارت نگرفتن حالا میگن که ما کم میخوایم کارت بگیریم، اما درست میگه پس ما میخوایم پنجون میکمیشن مستقل انتخاب باید یه بار فکرش باشه و یک مشوره اگر فکر میکنن یا نظر فکر میکنن کو دفعه که با وجود که شاید مردم کم اشتراک کرده بود و 11 نفر یا 8 نفر کاندید مانده بود که مردم اونقدر نمیفهمید که با کی رای میدن یا برگاه انتخاباتی هم خلاص شده در این بار که بیشتر زد تصمیم قاطع است و دیگه در دور سیم نمیره که مردم امیدوار باشه که بگه که در دور سیم میره که ما رای بتیم
یعنی این بار باید کمیسیون مستقل انتخابات اینقدر باید برگا را چاپ بکنه که شاید نیم دیگه شون باید باقی بمونه، مشکل نیست. ولی که اما قدر پیسہ هم قدر دلاری که مصرف میشه تقلب کنه. بولدا بولدا خبر قسیم جان چه مصرف میشه؟ یک موضوع میشه مهم که فراموشش فراموش نکنم ما گفتم. آها فرزانه جان. مهم هست زیاتر مردم ها زیاتر مردم مو به این تشویش حفیظ جان که میگه بازم تقلب صورت نگیره به خاطر کو بار زیاد تقلب صورت گرفته بود. ان شاء الله که ما بریم رای ما گفتم که دو انتخاب است و انشالله دوستا انتخاب خود کنن. تقلب انشالله که مردم یک تجربه را کردیم، تجربه دوم است و در دور دوم طوری که پیشتر قاسم جان میاد کرد که وسنو خبر داده چه یوه رایه یا دو رایه چه دیر یا کمی یو کس برندگی، یعنی بیا دریم دور و سلورم مرحله و داست شان داشته حفیظ جان از اویمه چه در تقلب و تخلف و رو رغی جان در قرنطین خبر نوروانه و رو بلکل تکراری شو در قرنطین سوال تخلف سوال تقلب سو دو کسان پاتی دیم در غسلار سیر نرغون رای ورکی و بس رو رغی جان نرغون در اخپل کس دیگه به سرپوش ای خرابی از دوستای ما خواهش میکنیم که راستی واقعا کسی را که قلبشان میخواهد دلشان میخواهد ما میفهمن که خدمت میفهمن خودشان میفهمن ذهنشان روشن است که کدام نفر و به درد افغانستان میخوره امور بدون در نظر داشته هر گونه هر گونه نژاد و ارتباط مثلا قومی است فلانی است گپا بله و حفیظ جان یک چیز گفتم که امو مسئله قومی رو کردی مثلا میالم در فیسبوک و اینجا است که مثلا می دو کاندید که مونده یکی عکس یک شک رقم جور میکنه موردش کامنت های عجیب و غریب میده یک شک فقط این عجیب و غریب که در نظر ما بر ما مهم نیست که از این دو کاندید کی برنده میشه، بر ما مهم نیست که کی میتونه کمی افغانستان را بسازه کی میتونه کنه سعی کنه حفیظ جان میلیاردها لک ها چشم لک ها ذهن لک ها رقم کار منتظرم ختم انتخابات است که کی رئیس جمهور میشه. اینمی گپت بسیار جالب بود، بسیار مزادار که مثلا اینی که تصویرش چه قسم میگردانن و چه جور میکنن یا مثلا با یک رقم با تبلیغات عجیب غریب کی رقم از اون رقم اینی خوب نیست. حتی هر یک رئیس جمهور حالا میار کاندید که اسمی دودانه کاندید هر کیش که رئیس ریاست جمهوری بگیره افتخار. تشکر از همتون، تشکر از همتون، وقت بسیار محدود است. دوستایی که کار دارن رای بتن بخیر و نیروهای امنیتی ما هزار بار آفرینتون بازم ما چشم امید ملت به سوی شما است. اول به خدا باز به شما که امنیت بگیرین بخیر که باز ما بریم همین کلک ما بازم رنگ شو و رای خدا بتیم. خب تشکر از همه دوستا. ما خود دور انتخابات نبودم، رفتم یک جای در انتخابات ما با مخاطر خودت به دور دوی را کشاندیم. جالب است که دور دو برنامه نشر میشه، برنامه یک ما رفته بودم شب نشر میشه دیدار از استانبول که افیزون رفته بود استانبول شب ما رفته بود ببینین هم کلای پوشیده بود ساعت 9 بجامه تو پرنده وری می آید افیزه می خدمتتان و ما منتظر سی موقع موندی ما فقط هم اعلان شد بسیار جالب بود سفر بسیار کوتاه میگم که سفر استانبول رفتیم بسیار خوش گذشت با دوستا و با افغانای عزیز اینجا دیدار کردیم و جایی که تا توان ما بود دمو وقت کم خود رفتیم از اونجا معلومات گرفتیم و دوستا در باری استانبول یک معلومات فشرده در باری جاهای مشهورش حاصل خواد کردن و برنامه امشب امشب ساعت 9 بجه ما هم خودم هم بی صبرانه امشب ساعت 9 بجه ان شاء الله تشکر کتاب بشه و خود خانم فرزانه بگی راستی هم گپ گفتی بر منی کدام فریحه گفتی سلام گفتی شه فریحه جمره کلی سلام گفت دوستا میریم با ای که وقت تمام است دوستا که علاقمند هستن 456 در خدمت شماست، فقط تماس بگیرین، همچنان صفحه فیسبوک ما در خدمت شماست، کامنت ها و نظریاتتان رو بفرستین، یوتیوب ستاسه به خدمت کرده، زمون بریخلانیک ده قاب گفتگو طولو در تیوی او دو اخبارانه تاسه طولو نمانه همیشه جونده و سی جونده و سی خداحافظ، طلوع هم خداحافظ، غروب هم خداحافظ، سرزمین هم ای هست بودم زنده باد افغانستان، جونده دیو افغانستان. I'm gonna go.